سلام اینجا خودکست یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام اون کسایی که میبینن برنامه رو کارون هنوز درگیره با این پای میکروفونش هنوز در درست, درست, درست شروع کردم اه... چطوری خوبی؟ باید دوستان خوبی رازی کلا همیشه راضی خب خدا رو اه... ما امروز ابزوی سر هفته رو هفته قبل از اینکه ابزار شروع کنیم یه سری چیز میخواستم بگم که واقعا یادم رفت یکی شیگه رو نداریم آها آره یوتیوب هم میخوای تو بگی در مورد گفتی تو یوتیوب میخوای صحبت کنی آره من داشتم اپیزود های چیز اپیزود داشتم کامنت های روی اپیزود چیز پیشه و شغل رو نگاه میکردم توی یوتیوب من هنوز وقت نکردم برم جوابشونو بدم ولی قراره که فردا برم این کارو بکنم یه کامنتی اومد یه عزیزی نوشته بودن که در واقع حالا رفتن دنبال عراقشون کاریو که دوست دارن رو دارن دنبال میکنن با اینکه مثلا درآمدش کمتره بله یعنی ظاهرا یه کار پر درآمدتری داشتن قبلا اونو ول کردن اومدن این کار جدید رو دنبال میکنن ولی خوشحال تر خوشحال من میخواستم به این عزیز دست بگم آقا دمت کم که داری این کارو میکنی اه چون که نظر شخصی من اینه که حالا اسمشو بذاریم خوشحالی یا رضایت خیلی توفیری نداره این رو اگه آدم این کیفیت رو تو زندگیش داشته باشه دیگه تمومه این اصلا مهم نیست شما کجایی از دنیا هستی چه شرایط مالی داری نمیدونم تنهایی با بقیه جمعی مفردی هر که هستی اگر اون رضایت ها رو داشته باشی از زندگیت به نظر من این دیگه آخر خوشبختیه و این دوست عزیز که این کامنت گذاشتم گذاشتن برای همین تو ذهن من موند که دقیقا تمام نکاتی که من مد نظرم بود و یه جا داشت آره خودش که... گفته بودن راضی هن. یعنی گفته بودن آره این که یک کار دوم حقوقش از کار اول کمتره دو ایشون خوشحال ترن راضی ترن این خیلی مهمه دیگه همیشه گفتیم پول خوشحالی نمیاره نبودش ناراحتی قطعا میاره ولی از یه بعد خوشحالی نمیاره که این عزیزم حالا یه مثالی برای این قضیه است و اینکه آقا دمت گرم یه چیز دیگه هم که هم خواستم بگم حالا ما با چند نفر صحبت کردیم فکر کنم من یه استوری هم در موردش گذاشتم از موقعی که ما سرور رو عوض کردیم این تغییر سرور این مهاجرت کردن از سرور به سرور دیگه میتونه یه ذره سخت و طاقت فرسا باشه بعضی موقع اون لینک های قدیمی دیگه شروع کار کار نمیکنن این لینک ها رو عوض نمیکنه برای همین اگر که شما حالا جایی میشنیدین و الان مثلا میبینین دیگه نمیشه اگر که تو قسمت سرچ اونجا اسم خودکست رو سرچ بکنید احتمالا یه لینک دیگه میاد که به روستره و اونجا این تمام این اپیزود ها هست دیگه وجود داره ما همچنان داریم هفته ای دو تا اپیزود میریم یعنی این عوض نشده آره دیگه من مردمون بیافته هفته دو تا اپیزود داره میده <applause> ما من یه کاری کردم تمام لینک هایی هم که وجود داره از هر اپلیکیشنی که دوست دارید بشنوید فکر بالای مثلا 10 تا 12 است من گذاشتم توی تلگرام که اونجا میتونید برید اپلیکیشن مورد علاقتون رو پیدا بکنید و اونجا لینکش رو بزنید و اونجا برنامه میاد و فکر نکنم دیگه مشکلی داشته باشه دو نفر بودن که پرسیدم از چه اپلیکیشنی استفاده میکردن و برشون فرستادم و مشکلشون رفت شد آره دیگه امیدوارم این حالا سرور جدید دوباره فیلتر نشه تا به این زودیا یه چیز دیگه هم بگم بگو. هفته 17 همه الان ایه. آره سه هفته چهار هفته دیگه تمامه آره این سیزن بعد این چهارو سه. ما تمام یه چند هفته این میریم دوباره دلمون تعمیر میشه میاد آره دیگه میریم استراحت میکنیم بریم سر اپیزودمون بفرمایید این هفته موضوع این هفته رو در این هفته که نه این اپیزود رو یکی از دوستان شنونده به نام روزبه انتخاب کرده روزبه سلام. سلام شما اگر که بخواین میتونید موضوع رو انتخاب بکنید برای ما مسیج بفرستید ولی یه ذره توضیح بدید در مورد درسته؟ بعضی موقع مثلا یه موضوع میاد ولی ما واقعا نمیدونیم از که پس ذهن شما چی بوده که این موضوع رو انتخاب کردید و اگه یه ذره برای ما توضیح بدید خیلی راحت تر میشه که در موردش تحقیق کرد در واقع مختلف و خون و به جمعندی رسید چند آره نفر بودن دوزی که گفته بودن توضیح اگه منبعی هم دارید عالی میشه آره خلاصه این موضوع رو روزبه جان انتخاب کرد و منم گفتم که حالا از روزبه کمک بگیریم و بریم حالا روزبه خودش نبود توی این موضوع ولی به ما کمک کرد که این موضوع رو انتخاب کنیم حالا ببنیم. بگو اسم موضوع رو دیگه رو ب... امروز میخوایم در مورد رفاقت و دوستی صحبت بکنیم همه میدونن چون من رفته بودم و الان میدونن امروز سر رفته آره چه ما میخوام در مورد رفاقت و دوستی صحبت بکنم شاید قبلا در مورد رفاقت من و کارون و فرهاد و فرزاد و اکثر کسایی که تشریف بردن تو پادکست ما یه صحبتی کردیم که چجوری باشون رفیق شدیم مثلا رفاقت ما در چه سطحی و این صحبت ها برای گفتم یه ذره این دفعه علمی بهش نگاه کنیم شاید جالب باشه یه سری تحقیقای با حال انجام دادن و شاید اصلا بتونیم نجه بگیریم که از چه دوستی های پرهیز کنیم چه دوستی هایی رو ادامه بدیم با چه دوستی هایی حال میکنیم حال نمیکنیم بفهم یه... من ببخشید هی عوض میشه کلی چیز هست تو ذهنم با بگم یکی از دوستان گفته بودش که چرا هی بالا رو نگاه <تص> اینجا رو من داشتم نگاه میکردم. از ترسه آره <تص> ما این تابلو رو هفته پیش زده بودیم و با میخوینا نزدیم با یه ترفند دیگه اینو چسبونده بودیم و هر لحظه ممکن بود بیاد پایین و ما از ترس جونمون بود که بالا نگام کردم میکردم گردیم سر اپیزودمون آقای رابین دانبر دی یو انب... دونبار یه پرفوزه هستن توی دانشگاه لیورپول انگلیس که رفت که روی رفتار انسان ها تحقیق میکنن و یه نظریه به نام سوشال برین Hypothesis خب یا همون نظریه مغز اجتماعی مثلا اینطوری میتونیم بگیم اینا اومدن چیکار کردن خیلی کار بالی کردن اومدن پستاندارهای مختلفو که تو گروه زندگی میکنن که اکثرشون میمون ها هستن انواع اقسام میمون هستن و روشون تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن که یه قسمتی از توی مغز به نام نیوکورتکس یه قسمت بیرونی مغز ما است. اون سطحشه که در هم بر هم, هم اگه عکسش دیده باشید که کار اصلیش کنترل فکر و زبان و منطق و اینجور چیزاست ولی دیدن یه نقش دیگه هم داره دیدن که سایز اون نیوکورتکسه هرچی نسبت به کل مغز شما بزرگتر باشه شما بیشتر میتونید با اطرافیان بیشتر اجتماعی تر میتونید باشید مثلا اومدن روی میمون های لیما میمون هستن که دومشون سیاه سفیده یه چیز کچولوی توی شیشه ها و اینا هم دیده باشید اون که تو فرنز هم بود یا نه؟ نه نه یاره این مثلا قشنگ جنگلیه آه. میمونه دیدن که یاد. تو گروه مثلا نه نفره زندگی میکنن به صورت متوسط اون میمونایی که دماغ بزرگتر و بلندتری دارن، اونا کورتکس نیوکورتکسشون بزرگتره، تو گروه 14 نفره زندگی میکنن. آه. شامپانزه که مثلا بزرگترین نیوکورتکس رو داره توی پستانداران، حالا به غیر از انسان، اونها تو گروه های 53 نفره میتونن زندگی بکنن. و آمدن حالا انسان که توی چیز نیست، توی الان گروه های کوچیک کوچیک زندگی نمیکنه که بتونن مثلا برن به سنجم ببینن چه ما که گروه یه نفر هم دیگه هاشم <applause> <applause> <تصفح> 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 آره به خاطر حالا چیزهای مختلف ولی یه استادی دیگه داشتن و به, به این نتیجه رسیدن که گروه اجتماعی انسان مکسیموم 153 و و نفره و حالا این 153 نفر که میگم مکسیمومه و جالبیش اینه که یه چیزی داره باید یه تعادلی باشه توی اون رابطه ای که وجود داره یعنی فقط به صرف اینکه تو اسم یه نفر میشناسی اون قبول نیست یعنی باید اونم تو رو بشناسه و توی چیزی در مورد پیشینه اون طرف بدونی و بله این 153 تا چیا رو شامل میشه یعنی خانواده و مثلا دوست, دوست و همکار, هم... یعنی میگن که تو 153 نفر رو میتونی به صورت دیگه مکسیموم به صورت استیبل بشناسیشون میتونن تو گروه اجتماعی آه که یه حضور حداقلی هم تو زندگی دارم و اگر داریم کسایی که هزاران تا فالوور داره اون حساب نمیشه نه اصلا اتفاقا به همون هم اشاره کرد گفت یه آره. نگاه نکنید مثلا طرف چم صد هزار نفر فالوور داره م... مثالی که زده بود میگفت این عددی که اونجا میبینید مثلا واقعا فرندش نیست و اون از فید کیم کارداشیان فیک تره آره یعنی حالا میشه. یه حد بیشینه ای هست روی تعداد آدمایی که شما میتونید باهاشون رابطه فعال داشته باشید آره. نه رابطه حالا این اکتیوی که در واقع غیر فعالی که یه جا افتاده اصلا طرفو نمیبینید اون بحث شده و یه طرف هم نه باشه دیگه اون طرف هم تو رو آره این از 153 دیگه بیشتر نمیتونه آره. بشه آره. بعد حالا نمیدونم این شخصیه یا اینکه غریزیه یا که کل انسان ها آدم ها ولی ما دوست داریم که دوست داشته بشیم یعنی ما دوست داریم که دور اون آدم ها ما رو بشناسن مثلا به اون احترام بذارن با اون با احترام برخورد کنن آدم مفید، مفیدی باشیم و برای همین سعی میکنیم که دور خود دور خودمون رو شلوغ بکنیم شاید غریزیه به خاطر اینکه ما برای اینکه زنده بمونیم قبلا میگفتن دیگه توی جمعیت اون اگه که بخوای زنده بمونی بعد تعداد افراد قبیلت بزرگ باشن دیگه یه چیزی من بگم بفرم. این حالا دوست داشته شدن توی حرم مازلا ما بهش اشاره کرده بودیم دیگه که لول سوم بود لول اول حالا نیازهای فیزیولوژیکی آب و غذا و هوا و این داستانا بود لول دومی که امنیتت برقرار بشه که نمیریز بعد اون دقیقا همینی که ایمان میگه دوست داشته دوست شدن و حالا دوست داشتن و یعنی اون نباشه بعد از آب و غذا و امنیت عامل مهم زنده موندن ما همونه پس حالا ما سعی میکنیم تعداد افرادی که دورمون هستن رو یه ذره بیشتر بکنیم ولی بعضی وقتا های میتونه نتیجه بالعکس داشته باشه حالا چه جوریشو میگم اومدن این تحقیقی کردن از دانشجوهایی که توی یه کلاس بودن داشتن مدیریت میخوندن تو MIT 84 نفر بودن به اینا گفتن که ازشون یه سری سوال پرسیدم و ازشون خواستن رابطه خودشون رو با آدمهای کلاس درجه بندی کنن مثلا بگم من با این شخص از یک تا پنج مثلا پنج که مثلا خیلی دیگه دوست صمیمیمه تا یک که اصلا نمیدونم اسم یارو چیه مثلا رده بندی بکنم و ازشون پرسیده بودن که ها چهار درصد آدمایی که تو این کلاس بودن فکر میکردن که اگه مثلا یه نفر رو پنج رتبه بندی میکنن اونم همینطوره یعنی رابطه ما متقابله و من که مثلا این طرف رو بس خودم میدونم اونم نعم. همینطوریه اینجوری نبود ولی فهمیدن که 53 درصد اونا بیشتر همچنین فکر نمیکنن یعنی فقط 53 اتف... درصدشون همچین فکری میکنن فکر میکنن یا همچین اتفاق افتاده؟ همچین... در واقع توی 94 درصد فکر میکردن که همچین اتفاقی میفته ولی در واقعیت اون درصد, یعنی بوده. نصف آدما هر دو بودن آره یعنی حالا شاید این تحقیق تحقیقی که الان من دارم میگم تعداد آدماش کوچیک باشه ولی رفتن دیدن که سراسر سر دنیا توی دهه گذشته چندین تا تحقیق دیگه بوده که با هم دیگه اون سمپل سایزشون میشه 92 هزار نفر که تصدیق میکنه این آره که دقیقا همینه که میگه که بین 34 تا 53 درصد بوده توی تمام این تحقیقات که یعنی دو نفر همزمان بگن اینا دوست صمیمی هستند آره یه مثلا وقتا... Independ... بختاد... م.. نیستن آره خیلی وقت یکی گفته اون یکی نگفته آره توی 50 درصد این مواقع حالا آره این یعنی يهن... يهن... چی یعنی همین الان من و شما که اینجا نشستیم میتونه 50 درصد کسایی که ما دوست خودمون میدونیم شاید از طرف اون در اون شخص مقابل یه همچین چیزی نباشه دیگه یه ذره میتونه متفاوت باشه بریم بیافتیم ببینیم کی همچین است <applause> متقابلی به ما داره و این هم میتونه یه مشکل باشه برای انسان به خاطر اینکه ببینیم مشکلش از کجا میاد چون که ما همیشه فکر میکنیم که چون ما یه نفر رو دوست داریم اون هم باید ما رو دوست داشته باشه به خاطر که ما یه جورایی <applause> کمالگراییم همیشه فکر میکنیم که خب من که مشکلی ندارم پس اگه من یه نفر دوست دارم اونم باید همین راب... همین در واقع رابطه رو نسبت به دا من داشته باشه و خب متفاوت میشه آره دیگه, این اتفاق هم نیفته خیلی دل شکننده است آره. تو یکی رو بخوای اون تو رو حالا تو دوسته <applause> معمولی هم بده دیگه تو طرف دوست سمید بدونی ولی اون ندونه اد... الان هم ام... دنیای بیرون یه جوریه که مثلا جامعه و سوشال میدیا و تمام چیزهای مارکتینگ و اینا دارن یه جوری سعی میکنن که دوستی رو یه جوری به صورت یه کالا به تو معرفی بکنن که تو با فلان کس دوست میشی برای تو یه یا یه سرمایه گذاری مثلا برای تو یه منفعتی داره یا میتونه به تو یه همچین چیزی رو اضافه بکنه یا میبینی این جوری که داره دوستی بیان میشه کاملا متفاوته از اون واقعیت و نیت اصلی دوستی که خب اونم میتونه خیلی مشکل زا بشه یه چیزی هم اضافه کنم بگو این به مرور زمانم این قضیه داره بدتر میشه یعنی همینطوری که فاصله ها بیشتر میشه حالا بدتر شدن که من میگم قابل اندازه گیری نیست ولی شما یه نگاه بندازید به حالا روابطی که شاید نسل های قبل از ما با هم داشتن یعنی اون چیزی که اونا دوست تعریف میکردن یا حالا یه بار ما راجع به مرام صحبت کردیم م. اون مرامی که حاضر بودن نسل های قبل از ما مثلا مادر پدرهای ما به قبل برای دوستشون بذارن رو مقایسه بکنیم با اون ارتباطی که ماها شاید با دوروبریامون داشته باشیم چقدر مثلا از دوروبریای ما حاضرن اون درجه از حالا وقت, رو برای وقت و انرژی رو برای ما بذارن تو هر شرایطی حالا دلایلش رو که جامعه شناسه باید برن پیدا کنن ولی داستان اینه که فکر کنم این تعداد خیلی مهمه حالا نسل ما طوریه که ارتباط برقرار کردن ما با آدم های حالا دورورمون راحت تر شده یعنی ما در معرض تعداد بیشتری آدم قرار میگیریم تو زندگیمون احتمالا نسبت به نسلهای قبلی به خاطر حالا همین شبکه های اجتماعی و این داستانات یا حالا ممکن دوست داشته باشیم ولی ما شاید کم... کیفیت رو داریم فدای کمیت میکنیم یعنی ممکنه دورمون شلوغ باشه ولی آره. شاید یعنی این نظر شخصی من لزوما هم درست نیست چیز علمی هم پشتش نیست ولی خب هر کسی میتونه با زندگی خودش این قضیه رو بسنجه که آیا واقعا مثلا اون تعداد زیادی که آدمی که ما میشناسیم به همشون میتونیم اعتماد کنیم یعنی شاید تا یه سنی اینطوری یعنی شاید تا یه سنی مثلا حالا من شخصی مثال بزنم خودم سعی میکردم که اطرافیانم خیلی زیاد باشن یعنی به یه نفر شخصی مثلا وابسته نباشم اگر که مثلا شم... ده نفرم زنگ میزنی میخوای بری بیرون کار دارن مثلا 50 نفر دیگه باشن م. مثلا یه مهمونی میگرفتی مثلا شب 60 نفر دعوت میکردی مثلا فقط دوستایی که خودت فکر میکردی سمیان ولی آره. همینطوری که سن رفت بالاتر اینا همه علک شدن دیگه مثلا شاید واقعا 4 5 نفر که اون آدم احساس و نسبت بهشون داره آره حالا من مثل ایمان نبودم من خیلی چیز بودم همون موقع هم به اصل زیاد نکافی میشه اعتقاد داشتم که من میدونستم اصلا نمیتونم مدیریت کنم از یه تعدادی بیشتر رو سر میکنم حالا تعداد کمتر ولی با اونایی که بره. حالا دوست باشیم خیلی صمیمی و راحت باشیم ولی حالا کلی ادامه صحبت‌های صحبت های قبلیم همین چون در معرض تعداد بیشتری آدم هستیم من فکر کنم یه ذره معنای حالا دوست بودنه شاید داره عوض میشه یه وقتی صرفا به خاطر که شاید زمان تنهایی ما پر بشه یعنی من اینا برسه صحبت هایی که با بقیه میکنم اینطوریه که شاید لزوما اون کیفیت رو نداره زمانی که با اونا میگذرانیم ولی صرف این که تنهایی ما رو پر میکنن میگیم خب اینا توی دایره دوستی ما باقی میمونن در ساعتی که حالا من میگم باز با پدر مادرای خودمون که مقایسه کنیم اون موقع یه معنای دیگه ای داشت وقتی دوست بود یعنی طرف دیگه هر کاری سیبیل میذاشتن برام دیگه دیگه هر موی زاهدی بود میذاشتن <تصفح> ولی یه مقدار این معانی عوض شده و نسلای ما خب ماها خودخواه تریم نسبت به گذشته خودمون بیشتر خودمون رو میبینیم و این دوستیه تا زمانی ادامه پیدا میکنه که منافع دوست ما با منافع ما مقایرت پیدا نکنه و اصلی که مقایرت پیدا کنه ممکنه به مشکل بخوری و من با باز حد سمینه که گذشته اینطوری نبود خیلی بیشتر ارزش داشت خیلی احتمالا بیشتر کشش می اومد یعنی بیشتر برای همدیگه این اتاف بودن آره براساس مثال هایی که حالا هم دیدیم واقعا با. اینطوریه ولی الان خیلی راحت ممکنه آدم هم خدافزی کنن حالا شاید خیلی شاعرانه باشه ولی یه پروفسور تو انگلیس آره. نوشته بود که دوستی به این معنا نیست که اون شخص میتونه برای تو چی کار کنه بلکه شما دو نفر وقتی پیش هم دیگه این چه تغییری میکنید و چه به, چه رابطه ای تبدیل میشین شما با همدیگه چه معنایی پیدا میکنین تا اینکه اون برای تو فقط میتونه چیکار بکنه یا تو برای اون که خب اگر که بیای اینطوری واقعا بهش نگاه بکنی شاید اکثر شاید بعضی از دوستیایی که داریم واقعا اینطوری نیست دیگه ما مثلا میبینیم که فلان میتونه هم چیزی به من اد بکنه من میتونم هم چیزی به اون اضافه بکنم و مثلا با هم دیگه دوست همین که تو گفتی اینجوری شده ما سنگین بکنیم یه جمع و خوبه اینجا بکار میاد، این بکار نمیاد. ولی واقعا همین اصلا حسه مهمه اون که اون لحظه که باهاشی داره با چه کیفیتی میگذره اینه که ارزش داره بریم یه سری از جوابای دوستان رو بخونیم من نوشتم چند تا شو من یه سوال پرسیده بودم توی اینستاگرام پرسیده بودم که رفاقت رو چجوری تعریف می‌کنید و شما دوست خوبی هستین یا نه جواب داده بودن خیلی گفتن خیلی دوست خوبی هستین فرق خیلی آشناه فر گفتم خیلی بعد نشه بودن که به قولش آزار کوچولو مغازه نیست که دوستی بفروشه و همه بدون دوست موندن بعد یکی دیگه گفته بود هر وقت هر جا با هم بودیم پشتم رو خالی نکنیم یا گفته بودن شنونده خوبی باشه یا گفته بودن هم در خوشی ها و در هم در ناخوشی ها کنار هم بودن بعد گفته بودن کسی که بتونه رازها تو بهش بگی کسی که بتونی رازها تو بهش بگی ام، یکی سی گفته بود رو راست بودن و قضاوت نکردن یکی دیگه گفته بود حسادت نکردن حالا من تعریف خودم بگم من اصلا اومدم باقی... که اینجا بگی من تعریف خودم اون اشخاصی هستن که نه و حرف دلش رو بهت بزنه یعنی یه نو بولشت پالیسی خوبی داشته باشه به قول این غربی ها که اگر میبینه دایی راهی و اشتباه میری ما بعضی موقع تو رو دروسی میمونیم میگیم که حالا بذات بزاد... دیگه من چی بگم دیگه یه حامی بیش حسن... از حد بشی آره اون اون اشتباه اون کار پدر مادره حامی بیش از حد نه <تصفح> 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 اون, کار کار مادره که اصلا اونطوری اون کار دوست نیست اصلا نمیدونم من حالا ام... من قبلا هم در مورد کارون گفتم کارون یه همچین شخصیتی داره و شاید بعضی موقع خیلی سخت به نظر میاد شنیدن بعضی از حرفها ولی خب شنیدنش لازمه و حالا به خاطر شخصیتی هم که داره شدیم. بعضی مواقع این حرفاشو خیلی خیلی با سیاست میزنه که شاید اون موقع نفهمی که به چی گفت و مثلا دو سه شب که میخوابی مثلا به حرف فکر کنی میفهمی که خب این حرفی که زد یه همچین معنایی میداد و این حالا <applause> برای خود من به شخص حالا ارزشمنده چون که من تو زندگیم تصمیم احساسی زیاد میگیرم شاید بعضی هستن که اینطوری نیستن و شاید به همچیزی چیزی احتیاج نداشته باشن ولی حالا شخص من یه همچین چیزی رو میپسنده من یه دکتر بگم حالا این چیزی که گفتی من یادم افتاد یه چیز قبلا خونده بودم خیلی مقایسه جالبی بود گفتش که دوست دوست تو کسی که حرفی رو به تو میزنه که تو دوست داری بشنوی ولی منتور تو حالا این لفظ منتور من خیلی <تصفح> باحال نمیکنم ولی <تصفح> <تصفح> با اینکه در دمازش... اپیزود آره، من خیلی اعتقاد ندارم ولی میگم منتور تو کسیه که حرفی رو به تو میزنه که تو باید بشنوی اه. چون هم حالا هم که خود گفتی ممکنه در لحظه یه حرفی باشه که طرف رو ناراحت کنه تو اگه خیلی ساپورتیو نباشی خیلی حمایت نکنی از تصمیم دوستت اون رو ناراحت میکنه یه کار دوست اونه که تو اون لحظه اون حرفی رو بزنی که تو دوست داری بشنوی ولی این لزوما خوبه نیست منتور حرف میزنه تو باید بشنوی هم حالا شاید واقعا شخصیت منم اینطوری یا شاید هم اشتباهه و من دارم اشتباه زندگی میکنم ولی خب اینطوری <تصفح> که من دارم زندگی میکنم <تصفح> اینجوریه اصلا... نه که منم نسبت به بعضی از دوستا مثلا اگه ایزی میگن و به نظر من غیر منطقی میاد من باشم ببین به نظر من غیر منطقی میاد و بعضی هم ناراحت میشن میگن نه دوست باید توی تمام شرایط تو رو ساپورت یا میگم تو کاری که داری میکنی در اصلش کلاوردریه حالا من نمیدونم کاری که میخوای بکنی اشتباهه اگر که میخوای انجام بدی مثلا بعد از این راه انجامش بدی یه کاری که داری میکنی واقعا داری اشتباه میزنی حالا نظر شخصی من ها من میتونم یه سری دلیل و منطق برای حرفم بیارم شاید طرف راضی نکنه اون یه دانش بیشتر نسبت به من داره ولی من اینو قبول ندارم که یه نفر به من میگه من میخوام مثلا چون برم یه کار مثلا ایکس رو انجام بدم بگم برو کارا رو انجام بده منم پشتتم هم هر جوری هم بخوای کمکت میکنم یه جوری منطقی نیست دیگه یه جوری به نظر من وقت تلف رو داری هدر میدی و هیچ چیزی هم بهش اضافه نمیکنی یعنی میشی یه دوست بدون دلیل و منطق اون یه وقت آخه ما فقط دنبال چیزیم تاییدیه گرفتن هیم. مثلا یه چیزی میگیم که از یکی دیگه تاییدیه بگیریم اون موقع است که تو اگه اون رو صادر نکنی اون از دست ناراحت میشه ولی آره. خب همونطور که گفتیم حالا درستشونه د... که بگید همینطور هم که دیدیم این تعریف های آدم که برای ما کامنت گذاشته بودن خیلی متفاوته و توی همین یه سوالی که پرسیدم تو جامعه خیلی کوچیک خودکه است شاید صد تا تعریف مختلف اومد که حالا من فقط چند تا شدونستم بخونم و این یه اصل خیلی چیز خیلی مهمه که تو باید تعریف دوستی رو بدونی شاید تعریف دوستی من با تعریف دوستی تو خیلی متفاوت باشه ولی خب من باید بدونم تو از یه دوستی چی میخوای و تو هم باید بدونی من از دوستی چی میخوام تا بتونیم یه جوری با همدیگه زندگی بکنیم حالا توی اون جامعه کوچیکی که داریم و یکی از مشکلات اصلی هم که نوشته بود تو این طریقه میگفتش که آدما پیدا میکنن اینه که نمیدونن اون شخصی که مثلا باهاش دوستن واقعا تعریفش چیه شاید یه گوش شنوا میخواد مثلا شاید فقط میخواد توی شرایط سخت شما کنارش باشین یا فقط یه نفر میخواد میگم گوش شنوا داشته باشه باش صحبت کنی یه نفر میخواد که نه اصلا فقط پستای اینستاگرام رو لایک کنه <applause> یعنی دوستی مثلا دوستی توی داری. همچین چیزی میبینه که مثلا من اگر که مثلا چون پست اینستاگرام لایک نکنی من مثلا دوست تو نیستم <applause> درسته همین گفتش که باید ببینیم که توی اطرافیانمون و کسایی که برام مهمن ببینیم طرف واقعا دنبال چیه تو دوستی دنبال قاطر بروسلی یا چیز <applause> دیگه <applause> حرف تو رو ولی من حالا دوباره برگردیم به همون عدد 153 که گفت آره اون به خیلی نکته جالبیه و واقعا حالا آدما با هم فرق دارن ولی دیگه انرژی ما از یه حدی بیشتر رو اجازه نمیده اونجا که ایمانم گفت ما سنمون بالاتر میره یه انرژی کمتر میشه توی تعامل کردن با دوست و اصلا دوست جدید پیدا کردن و اینا مکافات میشه روی شاید اینجا هم دیگه زیاد نکافی جواب بده دیگه یعنی خیلی لازم نیست دورمون رو شروع کنیم چون نظر شخصی ما دارم میگم من زندگی خودم رو دارم میگم مثلا بزن... امروز کلا نظر شخصی آره. <تصفح> چون انرژی میبره دیگه این دوره ما هرچی در بشه انرژی بیشتری میبره و شاید از زندگی خودمون بیافتیم یه تعداد انگوش شماره خوب با کیفیت تصدیق بکنم حرف تو عشق کنی آره لغات تو هر کی فکر کنم ندونه مثلا کنه ما اینا رو هم دیگه همه کردیم مثلا اینجا کارو اینو بگه ولی آقا. واقعا بدون همه هنگی چی بگی؟ تا این تقیقه نشونش که اون 150 تا به کنار ولی انسان مکسیموم میتونه تا پنج تا دوست خوب داشته باشه همون شده رب. آره که بتونه با اونا دوستی داشته باشه که با مفهوم باشه که عمیق باشه که تو بتونی اونا رو دریابی اونا بتونن تو رو دریابن و با هم دیگه مثلا یه صحبتی بکنید و اون مثلا دوستی که دارید واقعا ارزشمند باشه میگفت اون 150 تا رو اصلا بذار کنار اون مکسیمومی که تو میتونی یه سری آدما رو بشناسی ولی دوستی با مفهوم اگه دنبالش میگردی میگفت مکسیمومش 5 تاست توی انسان‌های معمولی خیلی جالبه حالا خیلی خوشحالم که خروجی این تحقیق داره اینو میگه آره واقعا یعنی اون پنج خوبه پنج عدد خوبیه. پنج دارین دیگه ما. آره <applause> خوبه پنج تو الان داریم آره پنج خوبه ولی واقعا بیشتر از این نمیشه یعنی آدمای نزدیکت بیشتر از این پنج یه نکته رو بگم ولی خیلی جال نکته که برام جالبه این که دوستای قدیمی داشتنه خب این عدد رو دیدید میگن الان از چرا هفت سال دوستی بگذره دیگه تو ابد پایدار میمونی همین عدد هفت هست. هز... ساله تو ریلیشنشیپ من دیده بودم تو دوستی معمولی نه ریلیشنشیپ ما یه هفته بگذره دیگه پایدار نه تو دوستی معمولی حالا میگفتن اگه هفت سال باشه این خانوادت میشه و باید میمونه خیلی حالا جالبه من حالا ما که مهاجرت میکنیم بالاخره یه سری یه پک آدم رو میذاریم و میاییم دقیقا حالا اینجا هم هستیم شاید مثلا دوستای قدیمی داشته باشیم که همیشه فرصت نکنیم ببینیمشون ولی خیلی جالبه آدمای های قدیمی و که باشون صمیمیت داشتیم و دوباره میبینیم تازه همه چی یعنی اون صمیمیت انگار نرفته اون حالا حس نزدیک بودن اون کیفیت زمانی که با هم میگذرونید همچنان میمونه این برای خود من خیلی جالبه یعنی اون راحت بودنه چون حالا چیزی که میبینم اینه که ایمانم گفت از یه جایی باید سخت میشه شما با آدم ها نزدیک شی ولی اون آدمایی که قبلا بهشون نزدیک شدید هرچقدر این وسط فاصله بیفته دوباره که ببینیشون حس نزدیکی انگار هست حالا من با چند نفر صحبت میکردم یه نفر برگشت به من گفتش که من به دوستی حالا من با تو و من با ایمان که توی برنامه هم بوده و فرهادینا میگفت گروه دوستی شما خیلی عجیبه شما مثلا میشه که شما هم سه ماه با هم دیگه هم مثلا اگه صحبت نکنید وقتی میایم پیشم انگار مثلا همین دیروز هم دیگر دیدید مثلا میگید میخندین و هیچ کدورتی هم وجود نداره میگفتش که شما اون اکسپکتیشنی که دارید انتظار. از اون انتظاری که از دوستی دارید خیلی پایینه و فقط همدیگر رو مثلا فقط دوست دارید که با هم باشید یعنی اصلا انتظار نداری که طرف هر روز گوشی شوهر داره به تو زنگ بزنه بگه چطوری مثلا ماهی یه بار من تکس داره مثلا برای من کافیه چون من میدونم اون طرف سر شلوغه و اگه سر شلوغه من نباید اونجا اگه دوست خوبی باشم نباید زیاد مزاحمش بشم زیاد نباید برم تو دست و پای طرف و اینکه این خیلی برای من جالب بود که میگفتش که مثلا ما مثلا من ایمانو چم الان 10 ساله میشناسم 11 ساله میشناسم تو رو مثلا 18 ساله میشناسم مثلا فرهاد و این دوستی ها خیلی راحت میشه نگهداریش بعد از یه مدت یعنی شاید اولش خیلی انرژی ببره ولی همینطوری که عمر دوستی میره بالاتر از اونورم رابطه معکوس دیگه خیلی سخت راحت تر میشه تو بتونی تو این دوستی ها بمونی و اینم منم میتونم اینو تایید بکنم که ماهایی که یه جورایی مهاجرت میکنیم یه پرشن خیلی زیادی یه قسمت خیلی زیادی از حالا اطرافیانمون از دست میدیم او از اون 150 تا یه مقدار خیلی زیادیش میمونه یه ور دنیا که مثلا تو نمیتونی ببینیشون خیلی تعداد مثلا خیلی شاید دیدن تو مثلا هر چند سال یک بار میشه و این دوستیه برای حالا ماهایی که مهاجرت خیلی مهمتره چون که به قول کارون برای از مدتی میشن فامیل آدم دیگه در واقع چ��oul. شاید جایگزین نشن ولی میان توی همون رده بندی بسیار زیبا هستن عشق تو چشای ما اینا رو گفتی من یه چیزم یادم اومد من توی کورا خونده بودم اول من بگم آقا این کورا چیه چون زیاد سال شده من میفرستم برای همه سایتشو میفرستی آره آقا qura.com برید نگاه کنید چرخی بزنید خوش میگذره اونجا دقیقا سال شده بود حالا دوست خوب <تص> چجوری و تو چجوری تعریف میکن... تعریفش میکنی یکی بود یه مثال جالبی زده بود حالا من اینو دنبال میکنم این نویسنده رو زیاد جواب میده یه کسی که آمریکاییه ولی توی تایلند اگه اشتباه نکنم زندگی میکنه با یه حقوق خیلی خانومه اونجوری با یه حقوق خیلی کمی چرا میخندی خانم اونجوری نگاه تو آره اون خنده تو معناش فرق میکرد با یه حقوق کم اونجا زندگی میکنه آره یه بار سال آخر از پرسیده بود الان مثلا تو حساب چقدر پوله این مدل سال مثلا ملت میاد میگه چون یه میلیون دلار دو میلیون دلار خانم اون وقت گفت 340 دلار مثلا عدد خیلی پایین خیلی من اونجا خوشم اومد خیلی روی کرده جالبی داشت حالا خلاصه این داشت گفت عروسی دوستم تو آمریکا بعد من چیز بودم یکی کنار عروس میرن چی میگن دوش آفرین از اونها بوده بعد برایدز آره همین فارسیشه بعد این به دوستش میگه که من نمیتونم بیام چون پولشو ندارم مثلا پرواز از تایلند بگیرم به اونجا و واکنش معمول اینه که طرف ناراحت میشه شب... دامستانا. نه نه شب عروسی من یه باره و از این داستان چه وضعش و اینا طرف بهش گفته اشکالی نداره اه... این شب یه شب از زندگی منه من امشب ممکنه تو رو نداشته باشم ولی بقیه شبا میدونم تو رو دارم نه بقیه شبام نداره دیگه نه به عنوان دوست به دوست داره بعد آره عکسش هم فرستاده بوده به ایرانی بود که میگه چی میشه آقا بذار ناموس هم بذار <تصفح> آره <تصفح> عکسش هم فرستاده بود دیگه فکرم نگم عکس آره فرستاده بود به این دختره گفته که تو خودتو تو فوتوشاپ کن اونجا من میخوام حس کنم که شب عروسیم تو بودی اینجاش یه خیلی خیلی شعر ولی سو. این چیزش جالب بود نوع نگاهش به قضیه رو ببین چون ما باشین یه بار دیگه تو یه باره نمیخوای باش این گفته اصلا چون یه بار مشکل نیست بقیه‌اش که هستین یه بار حالا شلت گنده است خیلی خب این بود چیز دیگه نریات کنیم دیگه نه دیگه بکنم طولانی شد دیگه جالبا رو که نداریم بذاریم برای اپیزود تو داره آره فرزاد این دفعه تقصیر خودش بود این دفعه ما هیچ هفته داره. پیش تقصیر ما بود تقصیر خودش خیلی خب این بود سر قسمت 177 ما ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما, تل... ما یه, پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنج شنبه با اپیزود کارون برمیگردیم فعلا خدافظ